گزارشی بود از همکارم آصف جاهد و حال گفتگویی داریم با عزیز حکیمی، سردبیر سایت افغانستان مانیتور از لندن انگلستان. آقای حکیمی سلام بر شما. در ابتدا از این بگین که چرا دولت افغانستان و کشورهای جهان تا کنون نخواستن طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی بکنن؟ ببینید، دولت افغانستان حتی از نام گرفتن صریح طالبان به عنوان عاملان حملات تروریستی و کشتار مردم ملکی خودداری میکنند. عاملی کشتارها را گاهی دشمنان صلح و ثبات میگه و گاهی هم میگه که دستای استخباراتی خارجی در میان است. ولی به طور کلی حکومت افغانستان و آمریکا موضع مشخصی در قبال طالبان نداشتند. دلیل اصلیش هم ای بوده که هر دو حکومت تلاش میکردن که به اصطلاح پلها را پشت سر خود خراب نکنند و امیدوار بودند که بتوانند با طالبان به یک توافق صلح دست پیدا کنند. سال گذشته البته کانادا گروه طالبان را رسما در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داد، ولی این اقدامات انفرادی کشورها تاثیر چندانی نخواهد داشت. وقتی آمریکا و افغانستان طالبان را شامل فهرست گروه های تروریستی خود بکنند، مسلما کشورهای زیادی از این اقدام پیروی میکنند و در کل میتونه فشار خیلی زیادی روی طالبان و حامیان آنها در منطقه بگذارد. آیا گروه طالبان طبق قوانین جهانی یک گروه تروریستی هستند؟ ببینید، هنوز کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم که سازمان ملل متحد پیشنویسش را در سال 1996 تهیه کرده تا کنون به تصویب نرسیده، چون توافق جامعی به خصوص از طرف کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بر سر تعریف واژه تروریسم وجود ندارد. اما از سال 1963 به طرف سازمان ملل متحد و شورای امنیت کنوانسیون های خاصی را برای مبارزه با تروریسم تدوین و تصویب کردند و خیلی از کشورها از جمله افغانستان به اسناد پیوستند و این اسناد به نام ابزارهای جهانی حقوقی یاد میشه. این اسناد اقدامات مجرمانه ای را تشریح کرده که به طور کلی در سطح جهانی به عنوان تعریفی از تروریسم قبول شده. این اسناد در کل میگه که هرگاه کسی یا گروهی با هدف فشار آوردن روی یک دولت یا سازمان بین المللی دست به ارعاب جمعیت غیر نظامی بزنه، میتونه ارعاب به صراحه از طریق کشتار باشه یا ضرب و جرح و حتی تخریب اموال عمومی، همه اینها جرایم تروریستی هست. حتی تهدید به ارتکاب چنین جرمی هم بر اساس این اسناد تروریسم حساب میشه. بنابراین طالبان مدت هاست که در این تعریف جای دارن. ببینین، اگر طالبان هدفشان فقط ضربه زدن به دولت بود و جنگشان هم با نیروهای افغان بود، کسی نمیتونست اونا رو تروریست بخونه. اما اقدامات طالبان به مسابقه کشتار و ارعاب جمعیت غیر نظامی با اهداف سیاسی است و همین است که طالبان را تروریست میسازه. سپاس از شما. عزیز حکیمی، سردبیر سایت افغانستان مانیتور از لندن انگلستان با ما بود. ادامه خبرها تا لحظاتی بعد.